شانزدهمین روز مهر ماه برابر با 8 اکتبر، روز جهانی کودک. این روز به مناسبت روز کودک به عنوان یک رویداد در سراسر جهان به منظور احترام به کودکان جشن گرفته می شود. سال 1256 خورشیدی برابر با 1635 میلادی، افتتاح دانشگاه سوربن فرانسه در پاریس. بنیانگذار مرکز علمی سوربن روبرت دو سوربن کشیش دربار لویی نهم بود. او آرزو داشت که مؤسسه ویژه برای دانشجویان فقیر دایر کند تا آنان بتوانند در آن علم الهی بیاموزند و به تبلیغ مسیحیت بپردازند. از این رو مرکز علمی سوربن در پاریس افتتاح شد و از آن پس برای اخذ تصمیم در مسائل دینی و علوم الهی به این مرکز و اساتید آن مراجعه می شد. پس از چندی سوربن محل مباحثات و مشاوره های عمومی دانشکده علوم گردید. فعالیت دانشگاه سوربن به عنوان یکی از قدیمی ترین و معتبرترین دانشگاه های جهان به تدریج گسترش یافت و رشته های گوناگون علمی در آن دایر شد. این مدرسه اینک محل دروس دانشکده های ادبیات و علوم دانشگاهی پاریس می باشد. سال 1366 خورشیدی برابر با 1791 میلادی، بمباران شیمیایی شهر سومار توسط دولت عراق. در این بمباران شیمیایی شمال سومار شامل مقرهای ارتش، اعم از خطوط مقدم و پشتیبانی و حتی قرارگاه مقدم نزاجا و بخش‌های زیادی از محله‌های مسکونی شهر بمباران شیمیایی شد و به موازات این بمباران‌ها در این دو روز دو اردوگاه جنگی هم بمباران گردید و مردم مستقر در این اردوگاه‌ها با استفاده از گاز اعصاب و خردل مصدوم شدند و بیش از 700 نفر اعم از مردم و نظامیان مصدوم گردیدند و بیش از 160 نفر هم کشته شدند، به نحوی که بیمارستان 501 ارتش در سومار نیز بمباران کردند و 8 نفر از پزشکان آن از جمله دکتر هجرتی اعزامی از بیمارستان لقمان الدوله به قتل رسیدند. سال 1380 خورشیدی برابر با 2001 میلادی، آغاز تهاجم نظامی نیروهای آمریکایی و متحدان آن به کشور افغانستان. وقایع تروریستی 11 سپتامبر 2001 میلادی در آمریکا که ارتکاب آن به گروه‌های تندرو و به ویژه گروه القاعده به رهبری اسامه بن لادن نسبت داده شده بود، موجب گردید که دولت طالبان مستقر در افغانستان تحت فشار شدید قرار گیرد. در پی هشدارهای دولت آمریکا به گروه طالبان و درخواست تسلیم اسامه بن لادن به آمریکا و عدم قبول این مسئله از جانب رئیس گروهک طالبان، 26 روز پس از حملات انتحاری علیه شهرهای آمریکا، نیروهای آمریکایی و متحدان آن به بهانه دستگیری بن لادن و مبارزه با تروریسم به منطقه اعزام شدند. پس از پایان جنگ نظامی، نشست‌های گروه‌های مختلف افغانی برای تشکیل دولت و به دست گرفتن قدرت آغاز شد تا اینکه اولین دولت موقت انتقالی این کشور در 22 دسامبر همان سال تشکیل شد.